به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است کسانی که نظام این گروه را تخریب می کنند واجب القتل هستند. به نقل از افغانستان انترنشنال، ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان در مراسم پایانی دوره آموزشی مفتی ها و قاضی های گروه طالبان گفت تخریب کننده نظام اگر با زبان، اگر با قلم یا در عمل تخریب کند، همه آنها باقی و واجب القتل پنداشته می شوند. این مقام طالبان در این مراسم که در قندهار برگزار شد از فرد یا گروه خاص نام نبرد، اما گفت که آنها با دسیسه های بیگانگان برای مردم افغانستان مشکل می آفرینند و در مقابل طالبان آماده هستند که آنان را سرکوب کنند. بدانبال تاکید برخی مقام‌های طالبان بر عدم نیاز به قانون اساسی و تعلیق قانون اساسی حکومت پیشین، در حالی که این گروه خود قانون مشخص غیر از احکام فقهی ندارد، این نگرانی مطرح شده که هر دستور مقام‌های این گروه بدون طی فرایند قانونی به اجرا گذاشته شود. اظهارات تازه ندا محمد ندیم می تواند این نگرانی را بیشتر کند که در حکومت طالبان مرجع مشخص برای تشخیص و شناسایی جرم افراد وجود ندارد و وزیر تحصیلات عالی این گروه هم می تواند حکم در حد واجب القتل بودن افراد را صادر کند. آمو تی وی می نگارد سال روز ویرانی بودا زیر سلطه طالبان. 22 سال پیش از امروز در چنین روز طالبان مجسمه های بودا را در بامیان منفجر کردند. طالبان به روز 11 مارس 2001 میلادی پیکره های سلسال و شمامه را انفجار دادند. باشندگان بامیان که گواه فرو ریختن پیکرهای بودا بودند میگویند که طالبان 3 روز مواد انفجاری را جابجا کردند و پس از آن بودای بامیان را انفجار دادند. حالا زمان چرخیده است و طالبان حاکمان شهری هستند که حضرت ندیده بودا را در جایگاهش 22 سال است با خود دارند. فرهنگیان کشور هم اصاله با برگزاری برنامه های فرهنگی در مغاره های کنار بودای بامیان از سالگرد و ایرانی دو مجسمه سلسال و شمامه یاد بود به عمل می آوردند. اما در 22مین سالگرد و ایرانی این مجسمه ها وادی بامیان در سکوت مطلق به سر می برد و به جای یاد بود از ویرانی این مجسمه ها نزدیک به 2 سال است کاملان انفجار این پیکره ها در این شهر جولان میزنند. فرهنگیان کشور همواره ویرانی مجسمه های سلسال و شمامه توسط گروه طالبان را جنایت توصیف کردند. و در پایان محمد رشاد پریانی روی برگه فیسبوکش می نگارد پلیس کابل می گوید که 4 تن به اتهام تهیه پاسپورت و تذکره جعلی بازداشت شدند. شیرعلی جندلا عامر حوزه 3 امنیتی می گوید 2 تن دیگر به نام های مکروف و زلفو که در کارت سخی کابل به زور اسلحه موبایل های مردم را سرقت می کردند نیز دستگیر شدند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.